دو سال از حمله روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد. این جنگ تا به امروز چه مسیری را پیمود و چه سرنوشتی خواهد داشت؟ درگیری روسیه و اوکراین درباره نظم جهانی، توان ناتو و اتحاد آمریکا و اروپا به ما چه می‌گوید؟ و حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از روسیه برای مردم ایران چه تبعاتی و برای جمهوری اسلامی چه دستاوردی داشته؟ به چشم‌انداز خوش آمدید. من سمیرا قره‌ای هستم. دو سال پیش در پنجم اسفند 1400 روسیه با حمله به خاک اوکراین بزرگترین حمله نظامی کلاسیک به خاک اروپا را از زمان جنگ جهانی دوم به بعد رقم زد. بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه کشورهای غربی این حمله را محکوم کردند. تنها حکومت‌های محدودی در دنیا به حمایت از روسیه برخواستند. یکی از این حکومت‌ها جمهوری اسلامی است. ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه نه تنها اوکراینی ها را خشمگین کرد، بلکه روابط تهران با کشورهای اروپایی به یکی از تیره ترین شرایط خود رسید. اتحادیه اروپا افراد و نهادهای مرتبط با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. مذاکرات احیای برجام هم عملا تحت شعاع این موضوع قرار گرفت. روز شنبه در دومین سالگرد آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین، 4 نفر از رهبران غربی برای ابراز همبستگی با کشور اوکراین به کیف رفتند. غرب مصمم است تا جلوی توسعه طلبی روس‌ها را بگیرد. این شامل شرکای استراتژیک روسیه از جمله جمهوری اسلامی هم می‌شود. در این چشم‌انداز می‌پرسیم سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین چه می‌شود و جمهوری اسلامی کجای این معادله قرار گرفته. سه مهمان در این برنامه من را همراهی می‌کنند: تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی، فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، و همکارم مراد ویسی. سلام میکنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. آقای عطابکی، دو سال میگذره. در همون روزهای اول همه از این صحبت میکردن که ظرف یک هفته دو هفته کیف سقوط خواهد کرد، آقای زلنسکی فرار خواهد کرد. دو سال گذشت، اینجا ایستادیم. شما این دو سال رو چگونه دیدید؟ با درود به شما، درود به میهمانان عزیز. اجازه بدید بگم که 2 سال پیش سرزمین هایی که روسیه در چنین روزی در اشغال خودش بود به مراتب بیشتر از سرزمین هایی است که الان در این زمان در اشغال داره. 2 سال پیش نزدیک به 75,000 سرباز و نظامی روسیه به خاک نیفتاده بود. 2 سال پیش ناتو چنین نیرومند نشده بود که فنلاند به عضویتش در بیاد و سوئد در انتظار عضویت باشه. کمانداری کرملین کمانداری خوبی نبود. نه پوتین کماندار خوبی بود، نه یاران پوتین. گمان کردند که تیر رو در چله میگذارند و چنان میکشند که بر بلندای مجلس ملی کیف بنشینه. اما کمان رو چنان کشیدند که کمان شکست. و در حال حاضر هیچ آینده‌ای برای آینده نزدیکی برای چنین جنگی متصور نمیتونیم باشیم، جز اینکه یک فاصله بسیار بسیار زیادی بین دو ملت وجود داره. هیچگاه در تاریخ روسیه ما چنین نقاری رو بین اوکراینی ها و روس ها نداشتیم و به داوری من دهه ها اگر نبگیم نسل ها طول میکشه تا وفاق ملی دوستی دو مرتبه شکل بگیره. اما اجازه بدید بگم که همین جایی که اشاره تاریخی هم بکنم که آنچه که در حقیقت کرملین بر اون پای میفشرد حمایت از اقلیت های روس زبان در شرق اوکراین بود. این کار رو البته در 2015 در اوکراین کرد و گفت ما به حمایت از روستباران اوکراین داریم میریم این کار رو بکنیم. اجازه بدید خانم قرایی بگم که این در تاریخ بلند روسیه امر تازه‌ای نیست. به قرنها میرسه. حتی اجازه بدید برای بینندگان ایرانی هموطنانم هم بگم که در دوران روسیه تزاری مهاجران روس تشویق میشدن که به خراسان بیان، به مناطق جنوب دریای خزر، دریای مازندران بیان، اونجا بشینن،
ما روستاهای روستبار داشته باشیم و این در حقیقت بهانه‌ای باشه برای دولت فخیمه روسیه که همیشه بگه اگر اتفاقی افتاد من برای حمایت از روستباران جنوب دریای خزر، خراسان حمله کردم و این مناطق رو در حقیقت به تسخیر خودم در آوردم. سیاستی که در قفقاز داشتیم، سیاستی که در آسیای مرکزی داشتیم و البته در اروپای شرق. یعنی منظورتونه که به نوع مهندسی جمعیت میکنه به خاطر منافع سیاسی. این مصاحبه ای که آقای پوتین کرد با تاکر کارلسون رو نمیدونم دیدید یا نه، یک مصاحبه 2 ساعت است و در ابتدا شروع میکنه از تاریخ روسیه میگه برای اینکه توجیه بکنه که مناطق شرق اوکراین همگی شهروندان روسیه هستند. ببینید این امر تازه‌ای نیست. برای ناسیونالیستای روس بخش‌های بزرگی از اروپای شرقی بخشی از امپراتوری بزرگ روس است. بخش‌های بزرگی از قفقاز، شمال قفقاز بی تردید، بخش‌هایی از گرجستان، آسیای مرکزی تا تاشکند و تا اوش و تا فرونزه، همه اینها در حقیقت جزو اون امپراتوری بزرگ روس به حساب میاد و بنابراین روس گمان میکنه که به عنوان یک قدرت مطرح قرن 19 اوایل قرن 19 به این سو در حقیقت این بضاعت رو داره، این وجاهت قانونی رو داره که تمام این سرزمین ها رو به نوعی زیر سلطه خودش در بیاره. در این گفتگو آقای پوتین به شدت و به راحتی این رو تاکید کرد که هویتی برای اوکراین قائل نیست. اصلا قرار نیست که اوکراین کشور مستقلی باشه. اوکراین پاره جدا نشدنی از امپراتوری روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه هستش و از این رو تمام تلاش هم هست این که هویت مستقل روس رو، هویت مستقل اوکراین رو نادیده بگیره. حتی در بسیاری از زمینه‌های دینی ارتدوکس اوکراینی قرار متفاوت باشه از ارتدوکس روسی. کلیساهاشون در حقیقت قرار نیست متفاوت باشه. کلیساهاشون قرار یگانه باشه، در حقیقت فرمان یگانه‌ای ببرند از رهبران مذهبی و از این دست. و این تمام تلاشیه که بسیار از کشورهای اروپای شرقی به جد نگران هستن و به داوری من درسته که اگر در حقیقت اوکراین از پا در بیاد هیچ ضمانتی نداریم که این در حقیقت جاه طلبی ها دامن کشورهای شرق اروپای شرقی رو و از جمله کشورهای بالتیک به ویژه و پاره از لهستان رو نگیره. بسیار عالی. خانم پزشک، این بخش از صحبت آقای عطابکی راجع به این دلایلی که ملی‌گراهای روسیه مطرح میکنن، از جمله اینکه خب افرادی که در اوکراین زندگی میکنن یا در شرق اوکراین زندگی میکنن روس هستند و اینها حالا به مام میهن باید برگردونده بشن، چقدر فکر میکنید که این مسئله، چقدر مسئله ناتو هست، حراس پوتین از آمدن ناتو به بخش‌های شرقی هست؟ فکر میکنید که انگیزه پوتین برای آغاز این عملیات چه بود و چه اتفاقی بیفته پوتین راضی خواهد شد؟ اگر بتونین بخشایی که گرفته رو نگه داره، آیا در این صورت راضی خواهد شد؟ چه اتفاقی خواهد افتاد برای اینکه آقای پوتین راضی بشه و عملیات نظامی به گفته خودش رو متوقف بکنه؟ ببینید، فکر میکنم آقای عطابکی به درستی اشاره کردن. از سال 2014 در واقع این لشکرکشی آقای پوتین شروع شد، از ضمیمه کردن کریمه اون بخش اول، و چون خیلی واکنش جدی ندید و کم کم جلو اومد، داره سعی میکنه این جهانبینی رو جلو ببره. آقای پوتین خیلی واضح در طول سالها در مورد این که فکر میکنه روسیه باید به اون وضعیتی که قبلا داشته، به اون عظمتی که داشته بازگرده صحبت کرده. برداشتش به این هست که همه این سرزمین ها متعلق به روسیه هستن و جایگاه جهانی روسیه از طرف ایالات متحده و اروپایی ها به رسمیت شناخته نمیشه و به عنوان یک بازیگر برابر بهش نگاه نمیشه. یک ملغمه مثلا هر چیز دیگه در دنیا سیاه و سفید نیست و یا فقط یک فاکتور نیست که باعث میشه که آقای پوتین حمله بکنه. بخش هایی که در مورد مردم روس تبار و سرزمین ها صحبت میشه و یا تبعیض هایی که ممکنه علیهشون صورت گرفته باشه، اینها بخش هایی هست که وقتی شما از نگاه میکنید واقعیت های عینی هم داره، منتها اون چیزی که
جهان به عنوان یک بعد از جنگ جهانی دوم سعی کرد بهش وفادار باشه و از جنگ های این چنینی جلوگیری بکنه و سعی بکنه نهادهایی رو برای حل تعارض و اختلاف تشکیل بده که اگر که تعارضاتی هست حل و فصل بشه، اینها در طول سالها فرسوده شده. گسترش ناتو، جنگ آمریکا و عراق، همه اینها باعث شد که آقای پوتین در اون چیزی که فکر میکنه، در تمام محاسباتی که داره تجدید نظر بکنه. بخشی حداقل در آمریکا بر این باورن که سوق دادن آقای پوتین به این سمت شاید یه سری از سیاست‌های آمریکا باعث بوده، ولی در نهایت به نظر میاد که آقای پوتین به عنوان یک شخصیتی که کاملا قابلیت‌های اگر نگیم دیکتاتوری داره که لااقل تمامیت خواه هستش، میبینیم انتخابات ها در روسیه چه وضعیتی داره، اتفاقی که برای آقای ناوالنی افتاده، اینها رو که داره هم بذاریم، من فکر می‌کنم دلیل اینکه امروز اینجا هستیم فاکتورهای متفاوتیه، از جمله گسترش ناتو، از جمله اینکه آقای پوتین فکر می‌کنه که به عنوان رهبر یک کشور بزرگ به رسمیت شناخته نمیشه، قدرتی که برای ارزش و قدرتی که برای روسیه قائله و نظر میاد که براش ارزش قائل نمیشه، و خب اون اشتقاقی هم که در صحنه بین الملل بین آمریکا و یک سری از متحدانش در طول سالها اتفاق افتاده باعث شد فضایی ایجاد بشه که آقای پوتین احساس کنه که میتونه الان جلو بره، و من فکر نمی کنم که در میان مدت حداقل آقای پوتین حاضر باشه که برگرده. به نظر میاد اتفاقا آقای پوتین با توجه به اینکه تحریم‌ها تاثیر خودشون رو اونچنان ندارن و از دست دادن، میدونیم که داره خیلی راحت نفت میفروشه الان به هند، به چین و ترکیه، درسته که به اروپایی‌ها دیگه نمیفروشه، اقتصادشون سقوطی که انتظار میرفت رو نداشته و علارغم تمام تلفاتی که داره روی زمین میده، با توجه به وضعیتی که در اوکراین هست، با توجه به اینکه از نظر نظامی به هر حال ساپورتی که قبلا میشد الان برای اوکراین مهیا نیست، به نظر میاد تمام اون اراده‌ای که یک رهبر ممکنه داشته باشه که جلو بره رو آقای پوتین داره. اون چه که بقیه دنیا انجام بدن احتمالاً تعیین کننده است که اینجا آیا به یک نوع تفاهمی برسن، به یک صلحی و یا آتش‌بسی برسن، یا اینکه شرایط تغییر بکنه. من برداشتم از وضعیتی که در الان در جهان هست با توجه به جنگی که در اسرائیل و بین اسرائیل و حماس در غزه در جریان هست و ممکنه به لبنان سرریز بشه و وضعیت حوثی‌ها، اختلافات با چین در جریان، بعید می‌دونم که به این زودی آقای پوتین حاضر باشه که کوتاه بیاد. بسیار عالی. آقای ویسی، شما در موارد این چنینی همیشه تعداد زیادی نکته جمع‌آوری می‌کنید، مطمئنم که برای این جنگ هم نکته‌های زیادی دارید می‌شنوین، در همین آغاز اگه با نکاتتون باز بکنید بحث رو ممنون میشم. با سلام، من قبل از هر چیز جنگ اوکراین رو ادامه نبرد تاریخی 220 ساله روسیه و غرب می‌بینم. من 20 سال پیش در ایران مقاله نوشتم به عنوان نبرد 200 ساله روسیه و غرب. در ابتدای قرن 19 در دهه اول 1800 ناپلئون به روسیه حمله کرد و تا مسکو پیش رفت و در سرمای روسیه گیر کرد و با ضد حمله روسا شکست خورد و روسا تا پاریس اومدن همراه با بقیه خاندانهای سلطنتی اروپا مثل پروس، مثل اتریش و بریتانیا و ناپلئون رو شکست دادن. در 1814 یک توافقی امضا شد به اسم کنگره وین که یک دوره 100 ساله توازن قوا رو در اروپا ایجاد کرد و تا 1914 دیگه جنگ‌های بزرگ رخ نداد. در اون دوره در 1914 دوباره یک قدرت غربی به روسیه حمله کرد، آلمان، و یک سوم خاک و دو سوم مناطق جمعیتی روسیه رو اشغال کرد. روس‌ها دوباره آلمان رو شکست دادن، آلمان در جنگ شکست خورد و رفت بیرون. بعد انقلاب شوروی بود، غربی ها نپذیرفتن، انگلیس و بقیه حتی در باکو نیرو پیاده کردن، روس ها باز هم غربی ها رو شکست دادن. تا 1933 غربی ها اصلا حاضر نبودن شوروی رو بپذیرن، عضو نهادهای بین المللی بشه، بعد یواش یواش پذیرفتن. در 1941 دوباره قدرت غربی با استفاده از خاک اروپا، همین جایی که درگیری به روسیه حمله کرد، یعنی آلمان نازی حمله کرد و استالینگراد رو محاصره کرد، لنینگراد رو محاصره کرد، تا نزدیکای مسکو رفت و دوباره روس‌ها پس زدن تا برلین اومدن. دوباره این نبرد در اروپا اونا تقب و حدود 40 سال اونها اشغال کردن این منطقه رو.
یعنی از 1945 تا 1989 که انقلاب‌های اروپای شرقی رخ داد. در اون موقع که نشانه‌های فروپاشی در شوروی دیده می‌شد، دوره گورباچوف، و انقلاب‌ها در اروپای شرقی دیده می‌شد. بله، ارتباطمون با آقای ویسی قطع شد. فکر می‌کنم آقای ویسی برگشتید، بفرمایید. با وجودی که این انقلاب‌ها دلایل داخلی داشتن، ولی غربی‌ها استفاده کردن از این وضعیت و باعث شدن که انقلاب‌ها در اونجا به پیروزی برسه و اونجا گفتن ما 4 تا خاکریز رو از روسیه پس می‌گیریم. اولی خاکریز همسایگی بلافصل روسیه با اروپای غربی بود. گفتن روسیه باید از آلمان شرقی بره بیرون، بهش کمک کردن، توافق کردن رفت بیرون. دوم اینه که کمک کردن انقلاب‌ها در اروپای شرقی به نتیجه برسه و مناطق اروپای شرقی رو پس گرفتن. خاکریز دو بسیاری از اون کشورها رو عضو ناتو کردن. آقای ویسی، ما صدای شما رو داشتیم، فهم کنم الان صدای آقای ویسی هم از دست رفت. بله، من صدای آقای ویسی رو نمیشنوم متاسفانه. تاریخ رو تا اونجایی که مد نظرشون بود آقای عطابکی و آقای ویسی نتونستن برسونند. اجازه بدید که این سوال رو پس از شما بپرسم. با توجه به صحبتایی که خانم پزشک میکردند و آنچه که خودتون هم داشتید در ابتدا اشاره میکردید، چقدر این جاه طلبی یا این توسعه طلبی که از پوتین در رابطه با اوکراین دیده شد ممکنه که مثلا گریبان لهستان رو بگیره؟ چقدر این ترس واقعی هست که روسیه بخواد همین کار رو با دیگر کشورهای اروپای شرقی انجام بده؟ اجازه بدید بگم که به عنوان کسی که سالها رفت آمد داشتم، زندگی کردم در این دیار، بگم که من هیچ وقت روسیه رو روسیه یک پارچه ندیدم. روسیه همیشه دو پاره است برای من: روسیه شهرهای بزرگ و روسیه بیرون شهرها، روسیه غربگرا و روسیه شرقگرا. معمولا وقتی نگاه میکنیم مسکو رو میگیم شرقگرا، بچه هایی که تو مسکو هستن سیاستمداران میگن بچه های شرقگرا، و سن پترزبورگ میشه غربگرا. همیشه برای غربگراها مدل توسعه تجدد در اروپا به شدت مطرح بوده. فرزندانشون رو میفرستادن به دانشگاه‌های اروپایی برای تحصیل، آمد و شد داشتن. نگاهشون در حقیقت به اون تجدد بود. اما نگاه بخش دیگه، یعنی بخش شرقگرا، به عظمت در حقیقت روسیه بیشتر بود و تلاش میکردن به نوعی دولت روسیه رو، حکومت روسیه رو متقاعد کنن که باید رو در روی بریتانیا در قرن 19 ایستاد و امپراتوری بزرگ رو توسعه داد و به تعامل با شرق با غرب نرسید. من اگر نگاه کنم، نمیخوام زیاد درنگ بکنم بر تاریخ، اگر نگاه کنم در وضعیت کنونی هم در حقیقت ما شاهد این دوگانگی هستیم. من باور ندارم که بسیاری از اهل سیاست، اهل تجارت، اهل اقتصاد، اینا همه موافق پوتین هستند. حلقه کوچک کرملین هم به نظر من همه موافق پوتین نیستند. بسیاری از صداها را آدم اینجا و اونجا، اما بسیار کم میشنوه که از پیامدهای این جنگ راضی نیستند. این در حقیقت یک روسیه متکثر رو به ما نشون میده. اما اجازه بگید در ادامه صحبت‌های درست خانم پزشک به نکته اشاره کنم که ما از تمام مصیبت‌ها، بلندپروازی‌های روسیه گفتیم، اما منصفانه نیست اگر بگیم که نگیم این نکته رو تکرار نکنیم، اشاره نکنیم که وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید در 1991، رفتار غرب به ویژه ایالات متحده امریکا نسبت به روسیه رفتار درستی نبود. بسیار خوب. رفتاری که گاه تحقیرآمیز بود. من خودم به عنوان کسی که اونجا بودم، پژوهش میکردم، شاهد بودم که چنان رفتار تحقیرآمیزی که از بالا نگاه میکنن چطور میتونه عواقب بسیار زیانباری داشته باشه. خب اشاره میکردن که دولت روسیه دیگه دولت ابرقدرت نیست، یه قدرت منطقه‌ایه. حتی اگر این فرض رو هم که تکرار می‌کردن، پافشاری می‌کردن، درست بود، اما سیاق برخوردشون برای ادامه این بحث و عملی کردن این بحث، اجرای این بحث، اون گونه نبود که به یک وفاق
به یک همگرایی در اروپای شرقی برسه. بنابراین این بغض فرومرده فروخفته در روسیه بود و بسیار این بغض خروفرده اینجا اونجا میتونستم بشنوم که یک نکته ای است، اشاره ای است که ما تحقیر شدیم. ما در حقیقت سهممون این نبود که نصیبمون بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باشه. بنابراین بر بنیاد چنین روانشناسی سیاسی من میتونم بگم که انتظار رو این می رو میرفت که روسیه تلاش بکنه، که البته پیشتر تلاش کرد در شمال گرجستان، پیشتر تلاش میکرد حتی در شمال قزاقستان که نشد البته خوشبختانه، که در حقیقت برگرده به اون دوران طلایی اتحاد جماهیر شوروی و بگه ما هستیم به عنوان یک ابرقدرت و ما رو جدی بگیرید. و حالا من گمان میکنم که آنچه که مد نظر پوتینه، پرسش صریحی بدم به پاسخ به پرسش صریح شما، بگم که داستان فقط اوکراین نیست، یعنی بخش‌های جدا شده اتحاد جماهیر شوروی، بحث پیمان ورشوست، پیمان ورشویی که اتحاد جماهیر شوروی به اون دل باخته بود و پیمان ورشو رو به پشیزی فروخت و بسیاری از اعضای پیمان ورشو به عضویت پیمان ناتو درآمدن. بسیار عالی، ممنونم. آقای ویسی شما قطع شد، صحبتاتون نیمه تمام ماند، بفرمایید. تا اواخر دهه 80 عرض کرده بودم موقعی که انقلاب‌های اروپای شرقی رخ داد و در درون شوروی هم مشکل پیش اومد، اونجا غربی ها طراحی کردن، گفتن ما استفاده میکنیم از انقلاب ها. من نمیخوام بگم دلیل اون انقلاب ها کارهای غرب بوده یا دلیل فروپاشی کارهای غرب بوده، ولی غربی ها کمک کردن به این فروپاشی و 4 خاکریز رو گفتن به لحاظ تاریخی از روسیه پس میگیریم. یک، آلمان شرقی همسایگی بلافصل شوروی با اروپای غربی رو که بزرگترین نیروی زمینی اروپا رو داشت شوروی اونجا، گفتن اینو پس میگیریم، به شوروی گفتن برو بیرون بهت کمک میکنیم. دوم اینی که گفتن کمک میکنیم به فروپاشی بلوک ورشو، با انقلابهایی که در اروپای شرقی بود به اون انقلابها کمک کردن. بعد از اینکه اونها دچار فروپاشی شدن، تمام اون کشورها رو یا عضو ناتو کردن به عنوان اتحادیه نظامی امنیتی یا عضو اتحادیه اروپا کردن به عنوان اتحادیه اقتصادی اجتماعی. خاکریز سوم گفتن کمک میکنیم به فروپاشی شوروی. شوروی که 15 تا جمهوری بود تبدیل شد به 15 تا کشور از جمله اوکراین و گرجستانی که هست. و چهارم، حتی بعضی از نظر پرداز غربی میگفتن فدراسیون روسیه هم زیادی بزرگه، باید کمک کنیم اونم دوچار فروپاشی بشه و به قیام ها و مشکلاتی مثل چچن کمک کنیم. روسیه موقعی که 1991 شوروی دوچار فروپاشی شد ضعف داشت در مقابل این تهاجم ناتو و غرب و مشکل داخلی هم داشت، چچن هم بود، جنگ چچن رخ داد، دودایف اینا میخواستن جدا بشن. در دوره یلسین که مرد ضعیف روسیه بود کاری نتونستن بکنن، ولی یلسین در سال 2000 تصمیم گرفت یک تغییری بده. یه افسر کاگبه رو آورد سر کنار و بلافاصله خودش رفت کنار و ما شاهد امپراتوری در روسیه هستیم الان. از اون موقع امپراتوری مردان کاگبه، لوک اویل و گازپروم، اینا دارن اونجا رو اداره میکنن. و من یک مقاله داشتم در ایران که 25 سال پوتین حکومت خواهد کرد، در روزنامه ایران چاپ شده، در حدود 22 سال پیش اینو نوشتم. و اون موقع پوتین شروع کرد سیاست گذشته رو تغییر دادن. این سیاست البته از 1994 اندک اندک تغییر کرده بود. موقع پریماکوف اومد گفت نگاه به غرب جواب نمیده، باید بکنیمش نگاه به شرق. پوتین که به قدرت رسید اول چچن رو نابود کرد، کاملا اون مسئله استقلال طلبی رو به ضرب زور و مشت آهنین حتی با انفجارهای مشکوک در درون روسیه اینو نابود کرد. بعد شروع کرد به بازپسگیری اون جبهه ها، شروع کرد در آبخازیا حمله کرد، گرجستان، و یواش یواش در اوکراین، و میخواد اون خاکریزا رو پس بگیره. منم با جناب اتابکی موافقم، غرب رفتارش طوری بود که روسیه رو تحقیر کرد و یه دیکتاتوری مثل پوتین از این استفاده کرد. جنگ‌های گرجستان 2008 و جنگ‌های فعلی اوکراین ادامه نبرد تاریخی 220 ساله روسیه و غرب که روسیه میخواد دوباره به دشت‌های اروپا برگرده، غرب مقاومت کنه. یه جمله اگه بتونم عرض بکنم بعد مفصل‌تر توضیح خواهم داد.
به نظرم روسیه این جنگ رو از نظر سرزمینی برده. برخلاف انتظارات اولیه، پوتین لوهانسک و دونسک و منطقه دونباس رو اشغال کرده، کریمه رو هم 2014 برده. اینها رو بعید غرب بتونه پس بگیره. غرب مثلا نمیخواد اینا رو پس بگیره. دنبال اینه که روسیه بیشتر از این جلو نیاد. اراده غرب الان اینه که میگه اینا رو که اشغال کرده جلوش رو بگیریم، بیشتر به سمت مناطق دیگه نیاد. و بعدا حالا میتونم بیشتر. بله آقای ویسی، این بحث مهمی از همین منطقه دونباس، الان آفدیفکا رو هم به تازگی گرفتن که میگن دستاورد روسیه هست در 9 ماه گذشته. خانم پزشک، در این صحبتهایی که از آقای ویسی از آقای اتابکی شنیدیم، این احیای اون خصومت‌های مربوط به دوران جنگ سرد هست، حالا تحقیری که پوتین شده، قدرت نمایی که میخواد بکنه، پیچیدگی‌های جغرافیایی اجتماعی اون مناطق، جمهوری اسلامی این وسط چه میخواد؟ یعنی اگر تمامی این فاکتورها رو در نظر بگیریم که روسیه چرا داره اینطور برخورد میکنه، چه اتفاقی داره میفته، درگیریش با ایالات متحده چیه، ایالات متحده چرا اینگونه برخورد کرد، جمهوری اسلامی چرا این وسط به پای در واقع به پاش کشیده شده و به یکی از پایهای این جنگ داره کمک تسلیحاتی میکنه؟ خب به نظرم تا حدی روشنه. جمهوری اسلامی خیلی همپیمان استراتژیکی نداره. در واقع این روسیه هست که داره از کارت ایران برای پیشبرد منافع خودش پیش میبره و توی این بازی ایران هم یک سری منافع، یک بخشی از منافعش تامین میشه. به هر حال فروش سلاح، فروش این پهپادهایی که تا همین هفته گذشته اگر اشتباه نکنم گزارشایی که از کیف میومد پهپادهای شاهد ایرانی داره در جنگ به طور گسترده استفاده میشه. هم این یه جایی هست که ایران میتونه قابلیت‌های پهپادیش رو امتحان بکنه و در این حال یک میزانی از درآمد رو داشته باشه. از طرف دیگه میدونیم که خب نگاه به شرق و جمهوری اسلامی و به هر حال تعارضی که با غرب داره، تعارضی که به طور خاص با آمریکا و اسرائیل داره، میکشونه جمهوری اسلامی رو به سمت کشورهایی مثل چین، مثل روسیه و توی این شرایط راه دیگه زیادی نداره. زمانی که گفتگوهای برجام در جریان بود اگر خاطرتون باشه که دلایلی که اصلا به سرانجام نرسید در واقع روسیه بود، نه اینکه ایران انتخاب کرده. ایران به عنوان یک کارت بازی روسیه توی این شرایط قرارش داده و خب با توجه به وضعیت منطقه و انتخاب جمهوری اسلامی راه دیگه زیادی هم نداره و این به عنوان یک فرصتیه که میتونه هم سلاح بفروشه، در قبالش ممکنه بتونه سلاح‌های از روسیه بگیره، وعده هواپیماهای جنگی، وعده مشکای S-400 و در این حال امتحان کردن قابلیت های نظامی که تا الان برای خودش ساخته. فکر میکنم یکی از مواردی است که میتونه انگیزه های جمهوری اسلامی رو توضیح بده. خانم پزشک، این اتحاد بین روسیه و چین که الان وجود داره، به هر حال تجهیزات و تسلیحاتی که چین داره به روسیه میرسونه و بحث جمهوری اسلامی مشکای بالستیک و پهپادهای شاهد، این اتحادی که ایجاد شده در برابر حالا کشورهای اروپایی، ناتو، ایالات متحده، این چقدر واقعی هست؟ چقدر پایدار خواهد بود؟ آیا واقعا نظم جهانی با جنگ روسیه در اوکراین دستخوش تغییراتی شده و نظم نوین هم اگر که معتقد باشیم یک نظم نوین هست، آیا این پایدار خواهد بود؟ 10 سال بعد از این باقی خواهد ماند؟ من فکر نمی‌کنم نظم نوینی هنوز شکل گرفته باشه و من فکر نمی‌کنم هیچ اتحادی لزوماً پایدار باشه. اتحادها بر اساس منافع کشورها تغییر می‌کنن و منافع کشورها هم ثابت نیست. در شرایط مختلف ممکنه که رسیدن به اونها ابزارهای جدیدی به طلبه که ممکن اتحادهای جدید باشه. قبل از جنگ روسیه شرایط جهان یک شرایط ناپایدار و پرتنشی بود. ما درگیری‌ها و تعارضات زیادی داشتیم که به جای اینکه واقعا حل شده باشه در واقع فریز شده بود و یک نوع بخش‌های جنگ‌های سرد رو داشتن مدیریت می‌کردن و قرار بر این بود که حل اختلاف‌ها از طریق این نهادهای بین‌المللی باشه که در طول سال‌ها فرسوده در شد و کارایشون از دست رفت. یکی از دلایلش اینه که خب بخشی از کشورها از جمله ایالات متحده به راهکارهایی که خودشون رهبریش رو به عهده گرفته بودن در این نهادها از جمله سازمان ملل و شورای امنیت وفادار نبودن. نمونهش جنگ عراق که خب روسیه موافق نبود ولی ایالات متحده علی رغم
یک هماهنگی جهانی وارد عراق شد. اینها سبب شد که این نظم نوینی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود کم کم فرسوده بشه، ناپایدار بشه. هنوز ما نظم مشخصی نمیبینیم، هنوز این درگیری ها کسی ازش بر نیومده که قرار باشه راهکار جدید، شرایط جدید، نظم جدیدی شکل بگیره. فکر میکنم در نهایت در سالهای آینده اون چیزی که تعیین کننده خواهد بود رقابت بین ایالات متحده و چین هست، اینکه چقدر چین بتونه واقعا اون هدفهایی که داره رو دستیابی بهش داشته باشه و نباید نقش هندوستان رو همینجا فراموش بکنه. و خب منطقه خاورمیانه هر چقدر که ایالات متحده داره سعی میکنه ازش خارج بشه، کماکان یک بخشی از دنیاست که مقدار زیادی از منابع ایالات متحده رو داره برای خودش غرب ایالات متحده رو میگیره. اینها در نهایت نقش تعیین کننده در یک نظم نوین جهانی. بسیار خب آقای عطابکی، ممنون میشم اگر کوتاه جواب بدید. شما چگونه فکر میکنید این نظم نوین آیا سر برآورده، آیا ماندگار خواهد بود؟ آیا شما هم همین گونه میبینید؟ نه، من گمان میکنم پیچیدگی ها خیلی خیلی عمیق‌تره تا اینکه به راحتی بشینه آدم و آینده خیلی قابل اتکایی رو تعیین کنه. ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. ما زمان جنگ سرد در حقیقت یک طرف کابوی ها بودن، طرف دیگه آپاچی ها بودن، همه چی خیلی ساده برگزار می شد. اون دوران گذشته. در حال حاضر ما با یه شرایط کاملا متفاوتی روبرو هستیم که پیچیدگی های خودش رو داره. زمان جنگ کسانی که در ایالات متحده امریکا بودن، به ویژه جمهوری خواها، همشون به یک دلیل ضد اتحاد جماهیر شوروی نبودن. برشیشون مثلا رونالد ریگان، جان مکین واقعا آنتی کمونیست بودن، اما کسانی بودن توی امریکا که گمان میکردن ضد شوروی هم به خاطر اینکه شوروی خدا ناباوره، آتئیسته. خب در حال حاضر ما نگاه کنیم به پارلمان، به مجلس ایالات متحده امریکا، برخی از جمهوری خواها هوادار پوتین هستن و الان گمان میکنن که پوتین اتفاقا انسان خوبیه، به خاطر مخالف سخت جنینه، مخالف دیگر باشاست، مخالف همجنسگراییه، بنابراین آدم خوبیه، آدم معتقدیه، معتقد مسیحی معتقدیه، بنابراین این عوامل رو نباید نادیده گرفت. از طرف دیگه اگر نگاه کنیم به اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا داره طرحشو میریزه و این در این سفر این اخیرم که امروز اینا رفتن اونجا مصداق این ادعاست که داره خودش آماده میکنه که اگر مثلا ترامپ به قدرت برسه، اگر به قدرت برسه یا جمهوری خواها دست بالا داشته باشن و کمک های خودشون رو دریغ کنن از اوکراین، اروپا باید یک تنه پشت اوکراین بیسته و از اوکراین حمایت کنه. برای اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، پیروزی روسیه در این جنگ کابوسه. یعنی در حقیقت نمیتونه بپذیره. البته در پی پیروزی اوکراین هم نیستا، اما پیروزی روسیه رو در حقیقت براش کابوسه. بنابراین نگاه که بکنیم پیچیدگی های بسیار زیادی میبینیم در سیاست پریزی که نمیشه به راحتی گفت که اینجا و اونجا میشه. در مورد جمهوری اسلامی فرصتی نیست، اجازه بدید دوستانمون دیگه هم مشارکت کنن. بله آقای عطابکی، آقای ویسی زیاد صحبت نکردن. آقای ویسی بفرمایید. اگر امیدوارم کمتر از هولوش 10 دقیقه وقت داریم، به بیشتر شاید بحث ایران رو بتونیم باز بکنیم. آقای ویسی، بحثی که گفتید روسیه دست بالا رو داره، زمین و خاک تونسته بگیره، اون رو اگر توضیح بدید. ببینید، روسیه نتونست دولت کیف رو سرنگون کنه و کل اوکراین رو بگیره، از این نظر پیروزی نبوده. ولی روسیه تونسته هم کریمه رو زمین خاک خودش کنه، هم مناطق روسنشین شرق و اوکراین رو. از نظر من این یه پیروزی تاریخی برای روسیه. تلخه ها، خیلی هم پوتین دیکتاتوره، کسی دوستش نده، ولی تاریخ تاریخ، واقعیت واقعیته. به نظرم روسیه به لحاظ سرزمینی جنگ و برده و تغییر عمده‌ای رخ نخواهد داد، چون ضد حمله مورد انتظار اوکراینی ها هم به جا نرسید. غرب هم نمیخواد وارد جنگ کامل با روسیه بشه. از طرف دیگه پوتین به عنوان یه دیکتاتور تکیه کرده به ملیگرایی قوی در روسیه. روسا همیشه دوست دارن یه تزار داشته باشن، حالا میخواد تزار نیکولای باشه، تزار استالین باشه، تزار بوریس یلسین باشه یا تزار پوتین باشه. اینی که اون
برمیگردونه یک مناطقی رو به روسیه، این ملیگرهای روس به شدت دوست دارن. این تحریم ها هم خواهد گذشت. بعد از 10 سال 20 سال این تحریم ها همه از بین میرن. اون چی که در تاریخ روسیه برای روسا میمونه، میگم پوتین یک مناطقی رو به خاک روسیه اضافه کرد و از این نظر ملیگرهای روس دوستش دارن. ولی از طرف دیگه به نظرم این باعث شده که نظم نوین جهانی هم تغییر کنه. من با خانم پزشک بیشتر موافقم. ببینید، ما الان شرایطی داریم که مکانیزم‌های بین‌المللی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دیگه ناکار آمدن، مثل شورای امنیت سازمان ملل. دلیلش اینه که قدرت‌های بزرگ با هم موافق نیستن. چین و روسیه با بقیه قدرت‌های بزرگ موافق نیستن، مکانیزم‌های بین‌المللی دیگه کار نمی‌کنه. چین و روسیه دنبال یک نظم نوینن. چین به دلیلی که ابرقدرت اقتصادیه، ابرقدرت سیاسیه و داره تبدیل به ابرقدرت نظامی هم میشه. روسیه ابرقدرت تاریخیه، سیاسیه، قدرت جدی نظامیه و به لحاظ اقتصادی کمی پایین‌تر. و ضلع سوم که به نظرم از روسیه هم عبور خواهد کرد، هنده. هند الان 3.5 تریلیارد دلار اقتصادشه، تولید ناخالص داخلی. پیشبینی میشه در 5 سال آینده از آلمان و ژاپن هم عبور کنه و تبدیل به سومین اقتصاد بزرگ دنیا بعد از آمریکا و چین بشه. به نظرم نظم نوین جهانی در حال تغییره. اینجا خطری که برای مردم ایران داره توهم جمهوری اسلامیه که میگه من دستم رو میندازم رو گردن چین و روسیه، میگم ما ستا کجا میریم، در حالی که چین چینه، روسیه روسیه است. جمهوری اسلامی نه اقتصاد قدرتمند داره، نه مردمش ازش حمایت میکنن و نه زیرساختهای لازم نظامی رو داره برای که یک قدرتی باشه یا زیرساختهای سیاسی. الان همراهی با روسیه در جنگ اوکراین، کمک به حوثی‌ها در ناهم کردن در یسو، کمک به حماس در جنگ اسرائیل، کمک به هشت شبی در حمله به آمریکایی‌ها و کمک به حزب الله، جمهوری اسلامی رو به عنوان یه بازیگر شرور بی سواد کننده در دنیا جا انداخته که خطر جنگ علیه ایران افزایش داده. آخرین جمله هم که میتونم راجع به سیاست ایران بگم اینه که مایه شرمساری ملیه. ما که 8 سال عراق بهمون تجاوز کرد، الان جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین در کنار اشغالگر ایستاده. ما تجربه اشغال داشتیم. 8 سال عراق تلاش کرد خاک ما رو اشغال کنه. ما به عنوان کشوری که تجربه اشغال داشتیم نباید سمت اشغالگر بیستیم و مردم ایران نمیستن. ولی حکومت ایران که متأسفانه الان حکومت ایرانه در سمت اشغالگر ایستاده و نه فقط روسیه داره ایرانو بازی میده، ایرانو بدنام کرده در دنیا به دلیل حملات انتحاری. سپاه پاسداران ایران رو در سمت اشغالگر قرار داده که با توجه به تجربه جنگ ایران عراق شرم‌آوره. بسیار عالی. خانم پزشک، این مناطقی که آقای ویسی داشتن اشاره میکردن که روسیه تونسته به دست بیاره، جنگ تمام نشده، هنوز معلوم نیست که این مناطق رو روسیه نگه خواهد داشت، آیا مذاکره خواهد کرد، بخشایی رو پس خواهد داد، اختلاف وجود داره بین ایالات متحده و کشورهای اروپایی در رابطه با سرنوشت اینها، و اینکه آیا باید تمام شده بدونیم رویارویی ناتو، کشورهای اروپایی و آمریکا رو با مثلا سگانه ایران، جمهوری ایران، چین و روسیه، اینو که نمیشه تمام شده بدانیم. وضعیت فعلی در سال 2024 به نظر شما چگونه تغییر خواهد کرد؟ آنچه که الان داریم میبینیم همچنان باقی خواهد ماند؟ وزنه به کدام سمت تغییر خواهد کرد به نظر شما؟ فکر میکنم در مورد بخش اینکه در مورد چین و روسیه و ایران چه میکنن، حداقل دولت فعلی آمریکا داره تلاش میکنه که وارد یک درگیری مستقیم با هیچ کدوم از این کشورها نشه. اما اگر شما نگاه بکنید به این صحنه، هم برای چین، هم بیشتر برای روسیه البته، یک درگیری در خاورمیانه از جمله ایران کاملا فشارها و تمرکز و توجه رو از روی روسیه و اوکراین و کارهایی که روسیه داره میکنه برمی‌داره، منابع غرب و خصوصا آمریکا رو سرازیر می‌کنه به بخشی که اونقدر ممکنه برای روسیه اهمیتی نداشته باشه.
و این شاید بزرگترین خطری هست که در سال آینده ایران رو تهدید میکنه، به دلیل اینکه با توجه به وضعیت اسرائیل و جنگ حماس و اتفاقاتی که در مورد حوثی‌ها در دریای سرخ داره میفته و همینطور نارامی‌ها در شمال اسرائیل و لبنان، اینها میتونه کاملا سرریز بشه و یک درگیری جدی در منطقه ایجاد بکنه که به نفع روسیه هست اول از هر کس دیگه‌ای. در مورد چین و روسیه، به هر حال در شرایط فعلی این دو کشور هم با هم روابط بهتری دارن، هم همراهتر و همسوترن و نباید فراموش بکنیم که آمریکا اون رهبری که قبلا داشت رو دیگه نداره. خیلی از کشورهای آفریقایی الان با چین روابط بسیار خوبی دارن، هند با چین و روسیه روابط خوبی داره، سلاح‌های زیادی داره از روسیه و چین خریداری میکنه. اینها جاهایی هست که این همراهی‌ها در آینده دورتر خودش رو بیشتر نشون میده و روی کار اومدن کسی مثل آقای ترامپ در ایالات متحده میتونه تنش‌ها رو بین ناتو و بین کشورهای ناتو افزایش بده. اینها فکر میکنن نکاتیه که در سال آینده شکاف‌ها رو میتونه بیشتر نشون بده، ولی اراده اروپا رو هم برای همراه بودن با اوکراین افزایش بده. ولی خب قابلیت این که شما چقدر میتونید سلاح تولید بکنید، چقدر میتونید برسید به اون چیزی که در طول سال‌ها شاید عقب بودین در تولید سلاح، اون رو فکر میکنم شاید زمان بر باشه. ولی در نهایت من فکر میکنم در خاورمیانه اتفاقا مرکزی هست که باید بهش توجه داشت و خطر جدی برای ایران هست، چون به نفع روسیه و حتی چین هست که منابع غرب آمریکا اونجا متمرکز. بسیار خب دکتر عطابکی، در یک دقیقه اگر صحبتی هست که ناگفته ماند. من اجازه بدید بگم که در حقیقت فکر میکنم که پوتین تلاش میکنه سال 2024 این داستان رو پایان بده. یه نگرانی در مسکو وجود داره و اینه که احتمالاً اگر پوتین به قدرت، اگر ترامپ به قدرت برسه، ممکنه که اتفاقات غیر قابل پیش بینی به وقوع بپیونده. از ترامپ همه چی برمیاد. بنابراین مسکو تلاش میکنه که به این داستان به نوعی 2024 پایان بده و جای امن بیسته. اما آیا میتونه 2024 این کار رو بکنه؟ بعید من میدونم بتونه این کار بکنه. بنابراین متاسفانه باید بگم که این جنگ همچنان ادامه داره. نکته کوچیکی هم اضافه کنم، من در مورد همه اشاراتی که دوستان در مورد ابرقدرتی چین و طرح‌های بلند مدت چین موافقم، اما مطمئنن چین در سیاست‌گذاری‌های خارجیش سهم بسیار بسیار اندکی برای جمهوری فدراتیو روسیه گذاشته، برای اینکه به عنوان یک ابرقدرت در قرن‌های در سال‌های آینده در حقیقت کنار چین بایسته. بسیار عالی. خانم پزشک، شما نکته پایانی دارید آیا؟ من فقط سوال آخر شما رو پاسخ بدم که در مورد مناطقی که روسیه به دست آورده، من فکر میکنم روسیه بتونه اونها رو نگه داره، مگر اینکه از نظر نظامی تغییر جدی رخ بده. بسیار عالی. آقای ویسی، یک دقیقه اگر صحبت پایانی دارید. من فکر میکنم اروپا مسلح‌تر میشه و دوره صلح مسلح رو در اروپا داریم، کما اینکه آلمان 100 میلیارد یورو بودجه تعریف کرده و 19 میلیارد رو خرج کرده. فرمانده‌های ارتش آلمان و بریتانیا گفتن در 6-7 سال آینده آماده رویارویی باید با روسیه باشیم و به نظرم ما دوره صلح مسلح رو در اروپا داریم که نگران پیشروی بیشتر روسیه در سال‌های آینده هستند. بسیار عالی. یعنی ممکنه که به کشورهای دیگه برسه آقای ویسی؟ نه، این احتمال وجود داره موقعی که اوکراین رو تثبیت کرد در آینده رویه تهاجمی‌تر روسیه داشته باشه. بسیار عالی. خیلی ممنونم از هر سه نفر شما که در بحث امروز ما شرکت کردید. تورج عطابکی، فرشته پزشک و مراد ویسی. متشکرم از هر سه نفر شما و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستید. تا دقایق دیگه این برنامه به شکل کامل در یوتیوب ایران اینترنشنال هم منتشر میشه. اگر که نرسیدید برنامه رو ببینید، به انتهاش رسیدید، میتونید برید یوتیوب و برنامه رو کامل ببینید. ممنونم از شما. تا یک شنبه شب.